رسانه‌ها گزارش را منتشر کردند که نشان می‌دهد ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان بدون هماهنگی با مقامات دبی و عدم رعایت پروتکل‌های مربوطه به این شهر سفر کرده است. او یک ماه قبل برای درمان بیماریش وارد ابوظبی شده بود. ملا حسن به دعوت رحمت الله قندهاری، یکی از بازرگانان مقیم دبی، عازم ویلای شخصی این بازرگان برای شرکت در ضیافتی بود که توسط پلیس دبی متوقف شد. پلیس به رئیس الوزرای طالبان دستور داد فوراً به بیمارستانش در ابوظبی برگردد، چرا که اجازه تردد در شهر دبی را ندارد. دیپلمات‌های طالبان برای جبران پیش آمده رئیس الوزرای خود را به بازدید از کنسولگری افغانستان در دبی بردند که اکنون در کنترل گروه طالبان است. ملا حسن آخوند در نهایت بدون شرکت در ضیافت در ماه آگوست به ابوظبی برگشت و آنجا را به مقصد کابل ترک کرد. این چالش نمایانگر عدم آشنایی مسئولان رده بالای طالبان با پروتکل‌های دیپلماتیک و همچنین ضعف شدید هماهنگی و احتمال خرابکاری و اختلاف میان سران این گروه را به نمایش می‌گذارد. چرا که ملا بدرالدین سفیر طالبان در دبی از افراد نزدیک به امیرخان متقی وزیر خارجه و فدا محمد مدنی جنرال کنسول سفارت از وابستگان سراج الدین حقانی وزیر داخله هستند. اقدام پلیس دبی می تواند به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های سازمان ملل و نگرانی‌های بین‌المللی پیرامون فعالیت‌های طالبان و نقض حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته باشد. عدم به رسمیت شناخته شدن بین المللی و نگرانی‌های مربوط به اقدامات سرکوبگرانه این گروه علیه زنان و اقلیت‌ها مانع بزرگی برای همکاری‌های رسمی و پذیرش رهبران آنها توسط کشورهاست. مقامات دبی با این تصمیم پیام واضح درباره عدم پذیرش رسمی طالبان ارسال کردند. این تصمیم همچنین بخشی از روند گسترده‌تر برخی کشورهای منطقه است که به دلیل عدم بهبود وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های شدید اعمال شده از سوی طالبان بر زنان از همکاری نزدیک با این گروه خودداری می‌کنند.